اگر مثلا من میدیدم رئیس جمهورم، وزرای مملکت، استاندارا و من مسئولین، اونا هم تو این سختی ها شریکن، این قوت قلب بود. اصلا خیال من مردم، یعنی مردم راحت میشد چون میدیدن آقا مسئولین مثل اینا، میگفتن خیلی خوب. پس اما اگر من ببینم که مثلا مسئول اصلا حالیش نیست، چه خبره؟ یعنی این نگرانیه که یه مثلا فرض کن یه پدر مادری میگن آقا ما لوازم بهداشتی ضروری بچه‌مون رو نمیدونیم تهیه بکنیم یا نه، چه جوریه، یا بدیهیات، یا مثلا یه مستاجری که میگه من دیگه واقعا دیگه نمیدونم از تهران کجا برم، هر چی دارم میرم محلات دور، محلهای دور تهران، این اجاره خونه. بعد میبینن وزیر مثلا توی ویلای نشسته، اوف، وزیری که مسئول مثلا خونه مردمه و اصلا متوجه نیست مستاجری یعنی چی. یا مثلا یه بیماری میاد میگه که آقا من فلان دارو برای مثلا خانواده‌ام گیر نیاوردم، بعد مثلا یه وزیر عزیزی میاد مثلا لطیفه میگه واسش، متلک میگه، جوک میگه، که مثلا این پاسخ یه وزیر به جای اینکه حداقل ابراز همدردی کنه، ابراز تأسف کنه، اینا یه مقدار اصلا مثلا میخواد شوخی بکنه، ولی وقت شناسی هم چیز خوبیه دیگه، حداقل مردم از واقعا به عمد قصد. نه نه، نکته سر اینه که بالاخره حدی همدردی با مردم بلد. یعنی ما این وسط، من مخاطب اصلی حرفم قبل از اینکه به مردم بخوام توصیه کنم، مطالبه هممون باید از مسئولین مطالبه کنیم بلد. باید مثل رجایی به فکر آرامش خاطر مردم باشید، نه یه تنش ایجاد کنید. من شنیدم یه وزیر بزرگواری از 2 ماه پیش شروع کرده حرفایی زدن که آقا اوضاع خیلی بده، داره بدتر میشه فلان. شاید من یه شهروند، یه راننده، یه آدم معمولی حرفو بزنه، من بهش چیزی نگم، ولی یه وزیر وظیفه داره آرامش واقعی به مردم بده با رفتارش، با مدیریتش. اصلا ببینید وقتی روزگار عادیه، جنس هست و همه چی میاد و میره، شما عذر میخوام یه مترسکم بذارید تو پرسی وزارت امور میگذره. اصلا مدیر یعنی در زمان بحران مدیریتشو نشون بده. اولین کار دادن آرامش خیال به مردم با عمل کرده.